گزارش امروز ما در رابطه با بسته شدن دانشگاه ها برای بانوان و دختران افغانستان است. در کنار خود بانوی افغانی را دارم که مقیم ترکیه است. اینا مانع درس خواندن خانم ها میشن یا میشه یک پیام داشته باشین به خانم افغانستان؟ حکومتی که الان هستش و طالبا اینا دوست ندارم. به نظر من از طریق اسلام فقط میخوان جلوی خانم ها رو بگیرن. دیدگاه شما چی است؟ چرا میشه طالبا همچین کار را میکنن؟ حق خانمایی نیست که در خانه باشن. من خودم در شرایطی هستم که تحصیل خود در ترکیه ادامه نتونستم بدم. این اشتباه است. همگی بی سواد میاد. زن وقتی سواد نداشته باشه، زنایی که هستن ولادت میکنن، چیز میکنن، باید زن باشه که درشون محرم است. هموطنان عزیز سلام، وقت شما بخیر. هر جای دنیا که هستین امیدوار هستم جور و صحت و سلامت باشین. امین حبیب هستم. دوستان عزیز، گزارش امروز ما در رابطه با بسته شدن دانشگاه ها برای بانوان و دختران افغانستان است. میخواییم بانوانی که مقیم ترکیه است دیدگاه اونا را داشته باشیم، نظر اونا را داشته باشیم که در رابطه با بسته شدن مکاتب، دانشگاه ها و پارک هایی که در اواخر در امین اواخر برای دختران و خانمان ما بسته شده، نظر اونا چی است؟ دیدگاه اونا چی است؟ پس میریم برنامه خدا آغاز میکنیم. هموطنان عزیز، ما در کنار خود بانوی افغانی را دارم که مقیم ترکیه است. میخوایم که دیدگاه و نظر اونا را در رابطه با بسته شدن دانشگاه ها برای دختر خانمای افغانستان، برای خانمای افغانستان داشته باشم. سلام، وقت شما بخیر بانوی عزیز. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستید؟ سلامت، زنده باشین. تشکر. میشه اسمتان به بیننده های عزیز ما بگوین و مدت چند سال میشه که شما در ترکیه هستین؟ اسمم دریاست. مدت 6 ساله که در ترکیه هستم. در جریان هستین که مدت چندین روز میشه درهای دانشگاه برای دختر خانمای ما، برای خانمای افغانستان بسته شده. بله. به نظر شما، دیدگاه شما، یعنی نظر شما، چرا همیشه بسته میشه؟ چرا همیشه برای دختر خانما میشه بسته میشه؟ یعنی چرا همیشه خانما اینجا مورد اذیت قرار میگیره؟ میشه شما یک نظر یا دیدگاهتون داشته باشین ببین دایما؟ نظر من است که وقتی که مثلا اینا مانع درس خواندن خانم‌ها میشن یا مخصوصا دختر خانم‌های جوانی که تازه الان مثلا فهمیدن اینترنت دنیای امروزی را، مانع از این میشه که اینا بخوام پیشرفت کنن. و حکومتی که الان در افغانستان، الان حکومتی که الان هستش و طالبا، اینا دوست ندارم. به نظر من از طریق اسلام فقط میخوان جلوی خانم‌ها رو بگیرن که نه درس بخونن، نه چیزی بفهمن از اینترنت، از دنیای امروزی. میخوان بسته نگه دارن خانم‌ها را. بله. مانع عزیزم فقط. دقیقاً. یعنی به نظر شما چقدر تاثیر میگذاره برای بالای روحیه دختر خانم‌ها؟ وقتی که میبینید شما، اگر ببینین از اول طالبا وقتی که آمدن، اولین کار کردن مکاتب بستن. درست. بعدش پارک ها رو بستن، بعدش هم مال دانشگاه ها رو بستن. خب به نظر من روی روحیشون خیلی تاثیر میذاره. وقتی خانمی که خودش مثلا نمیتونه درس بخونه، نه آزادی داره، نمیتونه درست صحبت کنه، این چجوری بخواد مثلا در فرزندی که در آینده میخواد بیاره، یا بچه‌ای که الان داره بخواد مثلا در او چیزی رو یاد بده از دنیا. بله. یا که مثلا درش بگه در آینده مثلا میخوای چیکارا بشه، وقتی در صورتی که خودش هیچی نیستن، هیچی از خودش نداره، نه شخصیتی، نه ای که مثلا بتونه بر خود تصمیم بگیره برای زندگی خود. من خودم مخالف این چیز هستم. بله. و این چقدر تاثیر میگذاره بالای یک جامعه؟ خب ما همیشه میگیم که خانمای افغانستان یا خانما در کل نیم پیکر از جامعه است. درست. چقدر به حساب وقتی که مکاتب بسته میشه، وقتی که دانشگاه بسته میشه برای خانمای افغانستان، این چقدر تاثیر داره بالای یک جامعه؟ چون خیلی مهم است، یعنی جامعه و اینا. خب خیلی تاثیر داره. وقتی که مثلا
یک خانواده کل مثلا به نظر من کل ستون خانواده یک زنه. وقتی زن خودش حقی را نداشته باشه که بتونه درس بخونه، بتونه پیشرفت کنه، این چجوری میخواد برای آینده بچه خود تصمیم بگیره؟ مخصوصا دختر خانمایی که الان مثلا درس میخونن، مغزشان باز شده، پیشرفت میبینن، دوست دارن. مثلا وقتی جامعه ما که افغانستان الان بسته است از نظر ما، از نظر علمی هیچ آینده در کشور دیده نمیشه برای بچهای و آینده، نسل و آینده. دقیقاً. اگر بر ما بگوین خواست شما از جامعه جهانی، از سازمان‌های حقوق بشر، از سازمان‌هایی که حمایت میکنه از خانم‌ها، شما چی خواست دارین از اونا؟ چی میخواین از اونا؟ چی باید بکنه به خانم‌های افغانستان؟ والا من خودم شخصا، من که مثلا تا الان افغانستان نبودم ندیدم، ترسی رو دارم برگردم به کشور خود، چون نه امنیتی دارم، نه میتونم برای آینده خود تصمیم بگیرم، حتی برای بچه خود نمیتونم تصمیم بگیرم. بله. به نظر من مثلا سازمانایی که میخوان حمایت بکنن، هیچ کدوم اینا نباید مثلا این حکومتی که الان هست اینا رو به رسمیت قبول کنن. نظر من ایسته. بعدم که مثلا بتونن یک حقوق بین زن و مرد قائل بشن که حداقل برابری هم نمیتونن، تا یک حدودی زنا بتونن درس خود ادامه بدن، بتونن مثلا در جامعه باشن، کار بکنن، نه اینکه فقط اینا رو سرکوب کنن، نگاش دارن در خانه. درست. و خانما یا بانوایی که در کشور ترکیه است، آیا اینا دادخواهی کردن برای خاطر خانمای افغانستان؟ شما در جریان هستین؟ ما چندین کشور است مثل سویدن و کشورهای دیگر همیشه اینا دادخواهی میکنن، یعنی واقعا به خاطر خانمای افغانستان. در کشور ترکیه هم دادخواهی صورت گرفته به خاطر خانما و بانوان اینا؟ دادخواهی که صورت نگرفته، ولی اینجا جایی هم نیست که بخوان حمایت بکنن. یعنی تو اگه بخوای تظاهرات بکنی، بخوای مثلا حتی خانما جمع بشن بخوام راجع به این قضیه تظاهرات بکنن، چیزی حمایت نمیکنه. یعنی حتی دولت ترکیه هم اجازه ای کار داشتن نمیده تا جایی که من خبر دارم دیگه. نمیدونم، ان شاء الله که درست بشه کشور ما. ان شاء الله. به عنوان سوال آخر میخوایم از شما بپرسم، گفتنی شما به خانمای افغانستان، حالا در داخل افغانستان باشه در بیرون افغانستان، چی است؟ یک گفتنی میشه یک پیام داشته باشین به خانمای افغانستان؟ والا گفتنی من ایسته که به نظر من خانما باید انقدر محکم باشن، انقدر روی پای خود بایستن که بتونن حق خودشان بگیرن، بتونن یعنی در جایی برسن بتونن درس بخونن، برای خودشان زندگی کنن، روی پای خودشان، پیش نیازی در این نباشه که مثلا یک حکومتی درشان بگه که شما حقی درس خواندن یا آدم تحصیل نداره. دقیقا. خیلی ممنون شما، سلامت، زنده باشین. تشکر از نظرات شما، دیدگاه شما. توسط طالبان ما متفرق شدیم با رنجر ها، بعضی از خانم ها که نمیفهم آنها امری به معروف بود و یا نظامی بودن و لباس نظامی وطن نداشتن. توسط آن خانم ها میخواستن زنان را مدرس دار دستگیر کنم. حتی یکی از خانم ها دست ما گرفت، گفت من تو را دستگیر میکنم تا تو بفهمی اعتراض یعنی چی. که این لحظه برای من خیلی مایوس کننده بود. خانم هایی که به خاطر حقوق زنان مبارزه میکنن توسط یک خانم دستگیر شد. همتانون عزیز، با ادامه برنامه ما باز هم بانوی را با خود دارم. بانوی افغانی است که در ترکیه زندگی میکنه. میخواییم دیدگاه و نظر زوره در رابطه با بسته شدن درهای دانشگاه داشته باشم. سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. سلامت، زنده باشین. اسم شما چی از بانو و چی کار میکنین؟ محصوف چی کار هستین در اینجا؟ فاطمه حیات میباشم. یکی از باشندگان ترکیه، در گوتل کار میکنم. بسیار خوب. یا چطور است کاربار؟ بخیر میگذره؟ همه چیز تنها هستین؟ با فامیل هستین؟ کاربار چطور میگذره؟ برام کمک یک کوتاه قصه بکنید. شکر خدا خوب است میگذره. امرای مادر جانم زندگی میکنم. مدت 6 سال از بمین بشم. بسیار خوب، بسیار خوب. بانو فاطمه گفتین اسمتان، درست؟ بله. بانو فاطمه، میخواستم نظر یا دیدگاه شما را داشته باشم، چون من از خانمای دیگری که هم در اینجا هست نظرون یا دیدگاه اونا را هم گرفتم. به خاطر شما در جریان هستین که مدت چندین روز میشه که درهای دانشگاه برای خانما و دختر خانمای افغانستان بسته شده. دیدگاه شما چی است؟ چرا میشه طالبان همچین کار را میکنه با خانما و دختر خانمای افغانستان؟ یعنی چی دیدگاه دارین شما؟ دیدگاه یا نظر شما چی است؟ از شنیدن این حرف خیلی متاثر شدیم.
خیلی در روی خود ما تاثیر زیاد داشت. من خودم در افغانستان تحصیل کردم. هر کس حق حقوقش است، چه مرد باشه چه زن باشه، باید تحصیل کنه. مهم نیست که خانم باشه یا آقا باشه، هر کس انتخاب خود داره. مثلا خوش داره که تحصیل کنه، ادامه تحصیل بده. خانوما میتونه بهترین باعث افتخار افغانستان باشه. دقیقاً واقعا. و به نظر شما چقدر تاثیر میگذاره بالای روحی دختر خانما، بالای نسل بعدی که میایه؟ چون وقتی که ما میگیم خانما نیم پیکر از جامعه است، یعنی واقعا طبی تاثیر خود داره. و چی تاثیر میگذاره؟ تاثیرات منفی داره؟ چی این است که دیدگاه شما چی است؟ تاثیرات خیلی زیادی داره. مثلا یک خانوم میتونه تحصیل کنه، میتونه پیشرفت کنه، باید حق حقوقشان بتن، باید بانن که تحصیل کنه. خود ما، من خودم در شرایط هستم که تحصیل خود در ترکیه ادامه نتونستم بدم. خیلی متاثر میشم از شنیدن ازی، خیلی ناراحت هستیم. خودم، فامیلم، همگی. ایشالله دعا میکنم که برشان یک رای پیدا شوه که ایشالله تحصیل خود ادامه بتن، جگرخونی نکنن. خیلی تاثیر منفی داره بالای خانوما. به این که افغانستان چند سال است که جنگ است، خانوما هیچ نمیتونن پیشرفت کنن، خیلی متاثر کننده است. و فقط به عنوان سوال آخر میخوام از شما بپرسم، چی گفتنی دارین و خواست شما از نهادهای حقوق بشر، از جامعه جهانی، از نهادهایی که خانوما را سپورت میکنه، حمایت میکنه، شما چی گفتنی دارین، چی خواست دارین از اینا که باید چی بکنن به خاطر خانمای افغانستان، چی قدم میتارن؟ خواست ما همی است که بذارن مثل یک مرد، مثل یک برادر، مثل یک خواهر درس بخونن، تحصیل کنن، ادامه تحصیل بدن. حق خانمایی نیست که در خانه باشن. دوست دارن مثل یک مرد آزاد باشن. بهترین ها میتونه یک خانم بشه در جامعه. نام افغانستان همیشه در هر کشور باشه. دوست نداریم که نام افغانستان خاک شوه. دوست داریم پیشرفت کنن، بهترین ها بشن خانوما. حق حقوقشان برشان داده بشه، آزادی خاص خودشان بتن، تحصیل خود ادامه بتن. خواست ما از همی است. سلامت، خیلی ممنون، سلامت، زنده باشین. تشکر، خوشحال شدم از شما. سلامت، زنده باشین. همتانان بیننده، به ادامه برنامه ما دو بانوی را با خود دارم. سلام، وقت شما بخیر. علیکی سلام. سلامت زنده باشین. میشه کمک بلندتر صحبت بکنین؟ اسم شما چی است؟ اسم من زینو رحیمی. اسم شما چی است؟ محسا رحمانی. مدت چند سال میشه که ترکیه هستین شما؟ من 5 سال. 5 سال. شما چند سال؟ من 7 سال میشه. مدت 7 سال میشه که هستین. شما در جریان هستین که مدت چندین روز به این سو درهای دانشگاه و درهای مکاتب، پارک‌ها و ورزشگاه ها همه برای دختر خانمای ما بسته شده. دیدگاه شما چی است؟ نظر شما چی است؟ چرا طالبا همچون کار را میکنه به خانما و دختر خانمای افغانستان؟ چون این کار طالبان که دانشگاه پهنتونا بسته خیلی اشتباه است. بله. اصلا کاری خوبی نیست. زن هم حقی تحصیل داره، خانم هم میتونه درس بخونن. چون زن و مرد حقش مساوی است به نظر ما، چون نباید دیگه بسته بکنن. خیلی اشتباه است، همه بی سواد میاد. زن ها وقتی سواد نداشته باشه چطور از یک زن ده یک زنی دیگه حمایت کنه؟ مثلا زنایی که هستن ولادت میکنن، چیز میکنن، باید زن باشه که درشون محرم است. چون باید خود طالبان غیرتی میشه که میگه مثلا وقتی که زن مثلا پیش یک دکتری مرد میرن، مثلا زنها اجازه نمیده که باید معاینه کنه. دقیقاً. سلامت باشین. دیدگاه شما چی است؟ میخوام دیدگاه شما را داشته باشم. چقدر تاثیر میگذاره بالای یک جامعه وقتی که دختر خانما را نمیمانن، وقتی خانما را به دانشگاه نمیمانن، به مکاتب، به درس خواندن، تعلیم؟ چی تاثیر میگذاره بالای یک جامعه، بالای خود خانما؟ تأثیر که خیلی میذارن. ما مثلا الان شخصا خودم در ترکیه هستم. یکم اگه بلندتر صحبت کنیم وقت چند. شخصا خودم در ترکیه هستم، مدت 7 سال میشه، ولی از افغانستان که مثلا این رویایی که مثلا میبینم تحصیل نمیتونن بکنن، مثلا
دانشگاه رو بسته کردن. بله. چون این برای ما خیلی تاثیر میذارن، چون ما از افغانستان که اینجا آمدیم به خاطر همین رویی که اونا ندارن آمدیم ترکیه. بعد مثلا خیلی تاثیر بدی برای ما میذارن. دقیقاً. ما دوست داریم که دوباره دانشگاه رو باز کنن، خانم ها در حق تحصیل دارن، همین جور که مردا میتونن هر کاری که دوست دارن بکنن، هر تحصیلی که دوست دارن داشته باشن، ما هم دوست داریم خانم ها تحصیل کنن. که مثلا یک بسته که میکنن دانشگاه یک تاثیر خیلی بزرگی برای ما، برای فرزندان ما میذارن که دیگه باید باز بکنن دوباره، که میتونن هموطنان ما خانم ها بتونن دوباره حق تحصیل داشته باشن، تحصیل کنن. آها. که یه افغانستان به جای که رو به خرابی بشه، رو به آباتی بله. رو به آباتی بیاد. دقیقا. نه مثلا ما شخص ما خود ما حق تحصیل داریم. دقیقا. سلامت. زنده باشین. فقط خودتان خیلی کوتاه اگه برام بگوین، خواست شما از دولت طالبان، از جامعه جهانی، از حقوق بشر که خانما رو حمایت میکنه، خواست شما چیه؟ پیام شما چیه؟ میشه پیامتون رو کوتاه بگوین؟ میشه بخیر مشکل نیست، شما هم میتونید پیامتون رو بگوین، هیچ مشکل نیست. میشه شما پیامتون رو بگوین با گفتیم نیک بسته کده، میشه پیام شما به طالبان، به دولت طالبان، به جامعه جهانی، به جامعه حقوق بشر که میخواین از حقوق خانما حمایت میکنن، پیام شما چی است؟ پیام ما ای است که لطفاً ازشون خواهش میکنیم که اجازه بدن که خانم ها حق تحصیل دارن، تحصیل خود را ادامه بدن. سلامت، خیلی ممنون، شما سلامت، زنده باشین. تشکر، زنده باشین. دوستان عزیز، این بود گزارش شما، امیدوارستم که مورد توجه شما قرار بگیره. فراموش نکنین که برنامه ما رو لایک بکنین، چینل ما رو سابسکرایب بکنین و انتقادات و پیشنهاداتی که دارین میتونین برای ما ارسال بکنین.